واقعیه، یزدان برگشته. آقا انقدر دلم واسه این دکور، این دوربین، این فریم تنگ شده بود تو این 7-8 روزی که نبودم. خیلی عجیبه، یعنی یه قسمتی از زندگیم شده یوتیوب و وقتی که نیست توی زندگیم اصلا انگار یه چیزی از زندگیم کمه. برگشتم بعد از 8 روز. کسی که اینستاگرام دیدن، من دلیلی که نبودم، در واقع من رفته بودم یه کشوری، دومینیکن ریپابلیک، یه جزیره توی دریای کارائیب که نصفش هایتیه نصفش دومینیکن ریپابلیک، که اونجا در واقع ماموری یه میشنی داشت، میشن تریپی بود که میرفتیم به دهات مختلفی که نزدیک مرز هایتی بودن و کسایی که نیاز داشتن، فقیر بودن و نمیدونم دهانشون و دندوناشون خیلی خراب بود. ما یه کلینیک سیار درست کردیم، من بودم و فکر کنم 10-12 نفر دیگه بودن، یه گروه دندونپزشکی بود و کمکشون کردیم، ترمیم کردیم، تمیز کردیم و واقعا یه حس عجیب غریبی بود. درسته که اصلا اینترنت و هیچی اصلا دسترسی نداشتن، ولی واقعا یه حس رویایی بود. اما امروز بچه ها میخوایم کلی چیزم میز کردم، آلبوم های اینا زیاد اومده، ولی امروز تو این ویدیو میخوایم به دو تا از ترک های آلبوم سونامی آرت ریاکشن بریم، ترک پرایوت جت با کوروش و زندگی همینه. خب بچه بریم سخت این آلبوم 4-4-8 و 4-12-13-14-15-16 تا ترک داره فکر کنم این آلبوم، و بعضیش ریاکشن رفتیم، مثلا جلس هست خب که قبلا ریاکشن رفتیم، ولی چند تا ترک هم داره که خیلی دوستم ریاکشن. دو تا ترک با آرش سرطان پارسا داره که ویوش هم خیلی بالا نسبت بقیه ترک ها، خیلی دوستم اونا ریاکشن، مثلا ویدیوی بعدی مونه. یه ترک با سپه خلصه داره، البته سامان ویلسون اون ترک فنایی که اون هیچ، یه ترک با سپه خلصه و سموک پرپ داره، اونو که ریاکشن میرم، سعی میکنم همشو ریاکشن برم، ولی گفتم تو این ویدیو میخوایم پرایوت جت ریاکشن بریم، بریم شروع بکنیم ببینیم که پرایوت جت چطوری هست. یه لاتاری سمون فری استایل خفن جیدال هم اومده که میخوام اونم ریاکشن برم، البته جیدال تنیس بکنم 7-8 نفر توی اون سایفر هستن، و مسین هم ترک تو دارم، سعی میکنم امروز ریاکشن رو آپلود بکنم. بریم ببینیم که پرایوت جت چطوری هست. برو بریم. چقدر تمیزه این بیت. ببینیم. Yeah, been flex, private jet, diamond set, 100 gems, I get blessed. Yeah, been flex, private jet. کنید قرار انگلیسی بخونه. 100 gems, I get blessed. Yeah, been flex, private jet, diamond set, 100 gems, I get blessed. انقدر بالا این کسی نامسن نمیتونه ما رو بگی نامسن. این یو نامسن همون کچی بیس هم یه ترک هستن داشتن نامسن، که همون یعنی معنیش میشه این میدونی میگیری چی میگم، یه به قول یاس بود میگفت که چی میگم میدونی چی میگم، همونه. نامسن نمیتونه ما رو بگی نامسن پایین ها رسیدی اینجا نامسن انجاییم تو بگی نامسن. And I got it in Kishora, who follow a hater. Start up on brand, me and those fan of fake. As a standard, I'm a corner, I'm doing a tariff. Being big in his status, I'm cooning, I look, I'm safe. Got the money and carry it. Breaking all this fucking. این شاید فکر کنیم مثلا آرتا دیس خوب ننویسه، مثلا کلا اهل دیس نباشه. اتفاقا آرتا دیسایی که می نویسه واقعا وحشی. یادم یه ترک داشت به نام پست PSST، خیلی وقت پیش، چند سال پیش بود، دیس کی بود، خود دیس کیم بود یادم نیست، ولی خیلی تیکه دوش داشت. Breaking all these fucking barriers. What you got is in a carrier. Anyway, came from a skull, I'm an alien. Stacking up all of these millions. Crying up to the billion. If you don't know I'm serious, motherfucker, you don't even know radius. قشنگ داره سویش میکنه به انگلیسی خوندن، خوبم داره انگلیسی خوندن، نوعی که میخونه مثل همون کسایی که باش فیت دادن میاسته، مثلا دیزاینر رو اینطوریه. Diamond set, 100 gems, I get blessed.
yeah, been flex. Private jet, diamond set, 100 gems, I get blessed. And I pull them kickers in it, you know what I'm saying. As it change or a city, you know what I'm saying. Sign a Komoro Bekiri, you know what I'm saying. I got gonna melon mishet posolig mon chefelo yebemiri. I got gonna melon mishet posolig mon chodim am jadinan shoma dielo skelo kyanam pano ye duo tishpo takema khodai flo. Jackboard توی backyard نام سین Jackboard توی laptop میاد trap money واسه trap board توی sad boy اسمش track رو هم داشتن یو نام سین نه private jet. Jackboard توی backyard نام سین اصلا شاید چون track catchy بیست نام سینه اینو نداشتن Jackboard توی backyard نام سین Jackboard توی laptop میاد trap money واسه trap board توی sad board توی این 10 سال rap chart قبل اپلای توی rap force ما رو گوش بده روزی 60 بار جایی cat boss برید cat boss با ما بد باش نیوه چپ داشته به تن به جای کت باز برین کت واک خیلی عالی اپلای توی رپ فورس ما رو گوش بده روزی 60 بار جای کت باز برین کت واک با ما بد باشین به چپ داشته به تناس باز شب روش واسه عباس واسه عکاس باشو ای بابا یادم کت واک با ما بد باشین به چپ داشته به تناس باز شب روش واسه عباس واسه عکاس باشو ای بابا یادم وایس دیگه او این رفرنس ترک فنا هم بود که یه دفعه کوروش گازشو میگیره فلو رو عوض میکنه بعد آرتش میگه آقا یکم صبر کن چیکار داریم یکم وایس ده سال رپ چار قبل اپلای توی رپ فورس ما رو گوش بده روزی 60 بار جای کت باز برید کت باک با ما بد باش نیوه چپ داشته به تناس باز شب روش واسه عباس واسه عکاس باشو ای بابا یه دقیقه وایس دیگه یزیدت صرف شروع کردیم چوی حالا این جان صرف شروع کردیم چوی حالا این جان صرف شروع کردیم چوی حالا این جان حالا این جان حالا این جان صرف شروع کردیم چوی حالا این جان صرف شروع کردیم چوی حالا این جان صرف شروع کردیم چوی حالا این جان صرف شروع کردیم تمام ترک تر و تمیزی بود خوشم اومد یه جوری فقط داشتم میگفتم آقا ما از صفر شروع کردیم حالا اینجا یعنی بعد وانتونز هم کلا یکی از اون گروهی که اگه مثلا ترک فدای سر تو موزیک ویدیوشو ببینید در اون زمان آرتانس و وانتونز نبود میبینی که چقدر پیشرفت کرد یعنی واقعا اونم از صفر شروع کردن و خب با کیفیت کار خوبی که داشتن و بعد خب با همکاری که کردن مثلا آدم زد بازی یه بره زمانی خیلی بهشون کمک کرد که بیان بالا راه خودشون رو پیدا کردن و اصلا ما اول هم یه سبک خاص داشتن که اصلا بعد از نی اصلا صاحب سبک آهنگای دپ شدن آهنگای ایموشنال شدن که بعد از اون اصلا میگفتن آهنگای وان تونزی مثلا یه زمانی کلن گیر کرده بود رفورسی توی آهنگایی که مثلا ایموشنال ترپ باشه که بعد یه دفعه نسشار اومد و دریل ظهور کرد بریم سخت ترک بعدی ترک زندگی همینه آرتا تنها 2:43 ببینیم که داستان چیه شد بدیبه رفت و شد غریبه زندگی همینه یه روزی تبدیل به نفرت میشه بهترین است زندگی همینه واقعا هم همینه یعنی یه نوع کجا بود دیدم اینو ولی میگفتن کسی که بعضی وقتا منتظرشی که تکست بده بید و هی گوشی رو چک میکنی که مثلا بالاخره به تکست بده یه عکسی تا لایک بکنه به یه جا میرسه که خودت با دست خودت طرف رو بلاک میکنی و نمیخوای دیگه به تکست دیگه اصلا باشی اینتراکشن داشته باشی اصلا عکسش رو ببینی چیز عجیبیه کلن رابطه زندگی همینه همه همون یه رو میریم به تو جدی نگیره فکت زندگی همینه قرانی ببی که به خندی همیشه زندگی همینه باشو با هم تو بس برست خیال هرچی خاطر از که هست دست همون بگی از باز خوب شه حال من یکم باشو با هم تو بس برست خیال هرچی خاطر از که هست دست همون بگی از باز خوب شه حال من یکم چه وایب خوبی میده مثلا جالی چون بیتش خیلی آب بیته و ولی تکسی که نوشته و مثلا اولش قبل اینکه به کورس برسه یه جای دپ بود و داره میگه چی موقع همه چی تموم میشه نمیدونم ولی زندگی همینه مثلا اگه حالت بد باشه خوب میشه اگه حالت خوب باشه بد میشه بالاخره زندگی همینه چرخش داره
بعد میگه به خاطر همینی که میدونی زندگی همینه، پاشو برقص، پاشو زندگی کن، تو لحظه زندگی کن. این میکسچری از مثلا انگیزشی و ایموشنال احساسی. استرس ولش دیونه میخواد شقچه الان با همیم تو پرایوت جت تو میخوام ببرم ات جا نیفتی یاد پرایوت جت دیونه میخواد شقچه الان با همیم تو پرایوت جت تو میخوام ببرم ات جا نیفتی یاد اکسل نمیشه گرفتن تو ایراد منو میشناسی با اینکه نایدی منو زیاد مست میمونیم و شب و بیدار تو عملکی هم شده بگو منو میخواد یه رو هست یه روز نیایی پیشت بیخی همیشه خوب بی همین چی که اونی که ازش انتظار داری و بهت قول میده و زود بیزنه زیرش بگو علکی میخوری درسه چی اگه یه رو نبودم نکنی طوری گریدنم مهم نیست من یک جمع میکنیم زندگی واسه هرکی خودمونو میخوادی جر بدیم ما اگه شد بدی به رفت و شد غریب به زندگی همینه یه روزی تبدیل به نفرت میشه مامون یه رو میریم پا تو جدی نگیرش آلا زندگی همینه قرانی بگی که بخندی همیشه تمام. یه چرایی که نمیدونم چطوری توصیفش بکنم، اما انگیزشی احساسی بکنم بهترین چیزی که میتونیم بگیم، که عجیبه یا انگیزشی چرایی یا احساسی، ولی در کل میشه انگیزشی بود. چرایی میگه آقا هر اتفاقی میفته توی زندگی موقته، هم خوشحالی هم ناراحتی هم زندگیمون هم عمرمون موقته، ما که دائم توی این دنیا نیستیم، و به خاطر همین جدی نگیرش و زندگی تو بکن. به نظرم دو تا شکی از این آلبوم گوشتین باحال بودن به شدت. مشابه همینم که اون ترک هایی که مخصوصا که با خلصه و ترک با آرش سرطانه چطوری هست، احتمالا اونا رو فردا آپلود میکنم، چون یه هم ترک مسین هست میخوام ریاکشن بره، هم ترک فریستایل جیدال، سایفر جیدال، لاتاری، و هم یه چند تا ویدیوی خیلی باحال آماده کردم. یه چالش دندانپزشکی که اون خیلی باحال شده، کسایی که سریال آفیس دیدن فکر کنم با این ویدیو حال بکنن، و اونم فکر میکنم اگه دیگه آهنگی نیاد فردا اونو آپلود یعنی ریلیزش میکنم. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.